همکارم محمد وزیری اینجاست و این داستان رو دنبال کرده. آقای وزیری، صحبت از ایجاد تشکیل یک نیروی واکنش سریع مشترک است، درسته؟ اونطوری که به هر حال تصمیمش در واقع چند روز پیش به نوعی گفته شده بود رو امروز در دیدار آقای عمران خان و آقای روحانی رسما اعلام کردند، ولی هیچ جزئیاتی نه طرف پاکستانی در یکی دو روز گذشته که اشاره کرده بود به این موضوع و نه امروز منتشر شده که اصلا این نیروی ویژه یا حالا اقدام سریع به چه صورت خواهد بود، ترتیبش چجوری خواهد بود، کجا مستقر خواهد شد، به چه طریقی میخواد عمل بکنه، به اصطلاح نیروهایی که اون رو تشکیل میدن چه خواهد بود، هیچ جزئیاتی نداره. ولی چیزی اصلا امکانش هست یا همچین چیزی سابقه‌ای داره که ما مثلا نگاه کنیم که فلان کشور با فلان کشور سر مرز یک نیروی واکنش سریع دارن، حالا که الان توی پاکستان همچین چیزی اصلا امکان داره؟ اصولا میتوانند دو کشور در طریق کمیته‌های مشترک مرزی که میذارن طبیعتاً به نوعی مدیریت بکنن این رو، ولی طبیعتاً این نکته‌ای رو که امروز اعلام کردن به طور رسمی خودش یک سری مشکلات عدیده‌ای به وجود میاره، از جمله در رابطه با همین تحریم مثلا سپاه پاسداران. نکتهش هم اینجاست که در واقع کنترل امنیت مرزها در منطقه سیستان و بلوچستان ایران عملا به دست سپاه پاسدارانه. برمیگرده به سال 2014 که ابتدا بخشی از این تامین امنیت به سپاه افتاد و بعدها در حال حاضر به اصطلاح قرارگاه قدس کنترل امنیت رو به دست داره. بنابراین مراوده یک به اصطلاح نیروهای مسلح یک کشور دیگه از جمله پاکستان با سپاه پاسداران چه خواهد بود و در چارچوب چه چارچوبی انجام خواهد شد؟ آیا شامل همین تحریمایی که پیشتر در همین برنامه صحبت کردیم و معافیت‌های اون خواهد شد یا نه؟ خب اینا سوالاتیه که باید به جواب داد. ایران در شرایط تحریم، عمران خان نخست وزیر در تهران، پاکستان چه میتونه بکنه برای ایران برای دور زدن این تحریم ها؟ پاکستان به نظر من تحت فشار شدید امریکاست، خودش مشکل اقتصادی بسیار بسیار زیادی داره، توجهش در واقع به بانک جهانی برای گرفتن وام نزدیک شده، به مثل همیشه البته تلاش میکنه بخشی از این مشکلات مالی رو از طریق عربستان که رقیب ایرانه به اصطلاح به دست بیاره. به نظر نمیاد که اصولاً و در عمل پاکستان اونچنان قدرت مانوری برای کمک به ایران داشته باشه، کما اینکه مثلا در مورد همین خط لوله گاز که از سال 2013 در واقع به طور رسمی اینها اومدن و افتتاحش هم کردن هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ چیزی انجام نشده و هیچ به اصطلاح اهمیتی ظاهرا از طریق پاکستانی ها نداره. بنابراین به نظر میرسه پاکستان بتونه اقدام خاصی بکنه. آقای وزیری خیلی ممنون.